درود به شما همراهان خوب تواناتک. در این برنامه می‌خوایم به چگونگی حذف دائم حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی مختلف بپردازیم. اول می‌ریم سراغ محبوب‌ترین شبکه اجتماعی یا همون پیام‌رسان تلگرام. ابتدا به این سایت مراجعه کنید: my.telegram.org/deactive. در این قسمت شماره تلفنتون رو وارد کنید. در صورتی که در ایران زندگی می کنید باید پیش شماره 2098 رو به شمارتون اضافه کنید. بعد کدی در برنامه تلگرام برای شما ارسال میشه. اون رو در قسمت confirmation code وارد کنید. حالا روی done کلیک کنید. در پایان روی yes delete my account کلیک کنید و برای همیشه اکانت تلگرامتون رو حذف کنید. بعد از انجام این مراحل حساب شما برای همیشه پاک میشه. حالا میریم سراغ اینستاگرام. ابتدا در سایت اینستاگرام وارد حساب کاربریتون بشید. بعد به این لینک برید: instagram.com/accounts/remove/request/permanent و در قسمت Why are you deleting your account دلیل حذف اکانت اینستاگرامتون رو مشخص کنید. در قسمت Please re-enter your password to continue رمز عبور حسابتون رو وارد کنید و روی Permanently delete my account کلیک کنید. در پایان پیامی برای تایید حذف شدن حساب فرستاده میشه که میگه اکانت شما پاک شده. با حذف اکانت شما در اینستاگرام تمام اطلاعاتتون از قبیل تصاویر، ویدیوها، کامنت ها، لایک ها، دوستان دنبال کننده و غیره به صورت کامل از روی دیتابیس اینستاگرام حذف میشه و قابل بازیابی هم نخواهد بود. و اما فیسبوک. برای حذف دائم حسابتون در این شبکه اجتماعی محبوب، ابتدا باید در نسخه تحت وب فیسبوک وارد حسابتون بشید. بعد به لینک حذف حساب برید. facebook.com/help/delete-account. بعد این صفحه رو میبینید که به شما پیشنهاداتی به جای حذف دائم حساب میده. میگه که میتونید با انتخاب گزینه دیاکتیو اکانت حسابتون رو دیاکتیو یا برای مدتی غیر فعال کنید. در این صورت اطلاعات شما حذف نمیشه و برای فعالسازی مجدد حسابتون فقط کافیه دوباره وارد حساب کاربریتون بشید. اما اگه تصمیمتون برای حذف دائمی حساب قطعیه، میتونید از داده هایی مثل عکس هاتون در فیسبوک نسخه پشتیبانی بگیرید و بعد حسابتون رو حذف کنید. برای این کار گزینه دانلود اینفو رو بزنید. در صورت حذف دائمی حساب، فیسبوک 14 روز به شما فرصت میده که اگه پشیمون شدید دوباره وارد حسابتون بشید و درخواست حذف حساب رو باطل کنید. ولی بعد از 14 روز دیگه هیچ راهی برای بازگردوندن اکانتتون نیست. به این نکته توجه کنید که با حذف دائمی اکانت شما برخی فعالیتاتون مثل پیام‌های ارسالی همچنان برای دیگر کاربران باقی میمونه. خب حالا اگه تصمیمتون قطعیه گزینه دلیت اکانت رو بزنید و حسابتون رو حذف کنید. سپاس که با ما همراه بودید.